شک شما خوبی؟ ببخشینی آقا مجید ما رو ندیدی؟ نه بالا مگه این عباس آقا با سادم حواس میذاره؟ انقدر اون میوه ها رو درهم برهم کرد که همه چیمون درهم برهم شد. یه جوری میگی درهم برهم انگار کتملانه، مینه تربارش هم درهم برهمه. آجی خانوم به سلامتی سفر میری؟ حالا سفر که چه ارز کنم مفت خانوم جون، برادر حاجی حال نداره. گفتیم پنجشنبه جمعه آخر هفته فرصت خوبیه بریم کارشون یه دو روزی احوالشو بپرسیم. نکنه یادت بره پنجشنبه آخر ماه ها. خودت که بهتر میدونی من هرچی رو یادم بره این یکی رو یادم نمیره. ولی بدبختی اینجاست که حاجی وصالی هم امروز نیست. چرا؟ انگار مریض شده بردنش بیمارستان. آخه دوباره باز اینجور مریضی ها این شوهر نااهل میمونه که تا جون آدم رو نگیره ها دست از سر آدم ور نمیمونه. وای خدا یادم رفت، نفهمیدم این پسر دم رفتنیه کجا گذاشته رفته. ببخشین تو رو خدا من رفتم. خوش خدا دیگه انگار شوهر کنه قاب بجاق سر گازه، همین که پت پیس میاد نگذره از این های نای نای این سیمایی که همه به هم باسته که حرف زدی به چهار کنم بدیم ما مرشه یه دونم همون کدوها به من بده. خب این کدو با اون کدو چه فرقی داره؟ خب هر کدو نداره عالی خوره. چیز رفت پاشو کم شما رو خود درست کن پاشو. کامران جون مادر تو رو خدای کاریش بکن داداش، من بابام به فهمی بالا بودم دخل هم اومده. تو رو خدا نوکرتم داداش یک کاریش بکن. بلن کن الهی به زمین گرم بخوری صدایی میده بوم بگی توی ریشی ما انداختنه. خیلی خوب یواش کرد بدتر میده. بردار برداشتنم نمیاد دخترم به جان. بردار همه دارن آب قند میخورن بردار. چند بار بهت بگم خوردنم نمیان همه پلوس بخورنده. ببخشید دیگه گذاشته بودم لبه پشت بوم افتاد. تو میدهم بودم میدونه من میدونه مانم میفرماید تو عشقت میکشه بذاری لبه بام تونه شما باید بدیم نکبت سر خور جامبو. البته جامبوشو نگفتن ها نگفتن تو که عرضه نداری بذاری سر بام. آقا کامران پسر عزیزم اگر زبونم لال خدایی نکرده این میفتاد سر حاج خانوم یه بلایی سرش میامد میخواستی چیکار کنی؟
مگه خدایی نکرده تو رفیق مجید نیستی؟ جواب اون رو چی میخواستی بدی؟ آخه بابا همش تقصیر همون مجیده دیگه. اونم دا خیلی نامردی. مکذوبی بهت بگم ها، این ماشین جاده نمیشه ها. حیدر اجالتاً چاره ای ندارم، باید به بالا غیرتاً آتقی میریم و میایم، حواستون به خونه ما باشه. مالا چی کار میکردی؟ رفته بودیم پیش کامران اینا دوره هم دیگه درس بخونم. رو پشت بوم؟ مجید چند دفعه بهت گفتم هیچ دلم نمیخواد با این پسر کامران اومد و رفت کنی. بابا عزیز کامران رفیق قدیمیمه، هم محلهیمه، هم کلاسیمه، هم دانشگاهیمه. وا این چه دانشگاهی که توش هم پسر بچه 16 ساله هست تا پیرمرد 60 ساله؟ عرفت خانم سن و سال که مهم نیستش که. پس چی مهمه؟ هر کی بتونه شهریه‌شو بده دانشجوه. اتفاقا آقا کامران که خیلی خوب بسته. حالا برو لباس رو بپوش با ما بریم کاشون. میدونی پدرت پاش درد میکنه، نمیتونه اینجوری پشت رول بشینه. بابا عزیز جون من چند بار باید بگم من الان موقع امتحانای ترممه، باید بشینم درس بخونم. لابد اونم با کامران رو پشت بوم. اصلا شاید زنگ بزنیم چند تا از بچه‌ها بیان دور هم رفع اشکال کنیم. بگو جون مامان. جون مامان اشکالی داره؟ نه چه اشکالی داره، تو درس تو بخون، 100 تا رو بیاریم تو خونه، 100 تا دوستاتو بیار. محترم خانم بریم بابا دیر من شد. من گفتم همه چی توی یخچال برات گذاشتم. مرسی پولم چشم. خواستی بالای یخچال. عفت خانم جون خدا حافظ، ببخشید. سلام برسونی. به سلام. چرا اومدی؟ گم شو آدم فروش. دلخوری؟ نه خیر قربونتم، میخوام الان برم من. امشب دلت در میارم، امشب دلت در میارم. شب که خبری نیست که. خبری نبود ولی شد دیگه. هستی؟ خب معلومه که هستم. خونه کیه؟ خونه یکی بچه ها بابا ننش رفتن سفر، جام جوره دیگه. توپ توپ کلیده بگیر بگینو. ببین برای خونه ما نقشه نکشی ها. آخه مگه خونه شما چه فرقی با خونه مردم دیگه؟ مجید مگه خونه شما با خونه آرش و پرویز و سعید فرقی داره؟ بله آقا فرق میکنه. ننه بابا من حساسن. بابا همه ننه بابا حساسن. حالا من نمیدونم دیگه، تو خودت خوب میدونی که خانواده ما مذهبی هن، اهل هیئت هن، توی خونه هر با... تو فکر میکنی بقیه بچه ننه باباشون گبرن؟ نده داشت تا حالا اومدی، خوردی، قرات ریختی، چرخیدی خونه اینو، همیشه هم یه بهانه در آوردی، اما این دفعه هیچ بهانه‌ای نداری. همه چی جور جوره. برو از الان به فکر سلوساتش باش. ببین کامی جان، خرجش پای منه. هر چی شد فقط فکر این خونه را از سرت بیرون کن کامی. توی خونه نمیشه. نه دیگه، از غذا خوش دارم تو همین خونه بشه. خوبش هم بشه. چب خیریا با حضور پزور باشیا، اینا میبینن و آمارمونم و تمام این عالم آدم میدن. مجید جان تو وقتی پایین بودی من فکر اینا رو کردم، اونا حلن. کامران پس فقط یه چیزی میگم، جون مادرت قبوله؟ بنال بینیم. ببین پس فقط پسرا، الان کل این محل میدونن خونه ما کسی نیست. کامران اگر یه دختر پاشو توی خونه بذاره و کسی ببینه، من قلم پای خودتو با دختره با هم میشکنم. آخو عجید جون نمیبینن نمیفهمن. آخر دروم چست مامان گن؟ والا روم با چه بدبختی تا او بیلیت مسند. خسته قبلن کلاسم بو. دو ساعتر اکفه مره نمیدونم بوزم اولا که خوم اگه نمو.
خواستم. خواهفز. چی شده؟ هیچی. میگه تو از حسودیت نمیخوای بیای عروسی. تو ساقدوشی ها، یعنی نمیخوای بری؟ چرا نمیخوام برم؟ بابا بلیت گرفتم. بابا برای که خری هم پیدا بشه تو رو بگیر، ما هم از شهر تو راحت بشیم. باشه باشه، خداحافظ. درس تو بخون ماما. بچه کامران بود، بازم پارتی را انداخته. کی هست؟ امشب. من که آمادم. تو که همیشه آماده قربت برم. پارتی بدون الهه میشه ولی بدون من هرگز. خوش بگذره بهتون، تو که فقط داری به خاطر سایه میری. حیف شد که نیستی. من که خیلی از پارتیاتونو نیستم، اینم روش. نه دیگه، اگه بگم کجاست نمیگی اینم روش. این دفعه پارتی خونه آقا مجیدتونه. شوخی میکنی؟ نه، مجید خونه تنهاست، پدر مادرش رفتن سفر، کامرانم گیر داده خونه پارتی بگیریم. جالب شد نه؟ چه جورم؟ خیلی دلم میخواد بدونم این پسره از دماغ کدوم فیل افتاده که انقدر واسه همه تاخچه بالا میذاره. برای تو که معلومه چرا تاخچه بالا میذاره، چون فهمیده خاطرشو میخواد. یه موقعی میخواستم دیگه تموم شد. پسره ازگل عوضی. آخه تو که اینقدر بدت میاد چرا بیخیال این پسره نمیشی؟ اگه من الان تمومش کنم همه بچه ها فکر میکنن من خواستم اون نخواسته. الهه این پسره مریضه، کلا با جنس مخالف مشکل داره. خیلی خب، پس منم به نمایندگی از همون جنس مخالف امشب حقشو میذارم کف دستش. اینم از عروسی. ببین یه بار دو بار هر دیگه تا صبح به این بگوییم اصلا حالیش نمیشه. خانم‌ها افتخار نمیدن؟ اینا از کجا پیداشون شد؟ بفرمایید آقا، بفرمایید. بابا بفرمایید، همه جوره در خدمتیم. زبون آدم حالیتون نمیشه؟ اشتباه گرفتین آقای محترم، بفرمایید. آخه تو نفرمایید که ما نمیفرماییم. بفرمایید. الهی یه کاری بکن دیگه، اصابم خورد شد. آراش پیداشون تو شهر شورا. زبون آدم حالیتون نمیشه. همین رو می‌خواستین؟ آرش گالت میشه. آرش کجایی؟ بیشتر گفتی سرسه. جونو تو ترافیک سنگیش و معیمی بود. حتی مامم تو کشی داشت. حقته، حقته. بابا همیشه تو همینی آرش. یه خیال دیگه رو باید اشمال کنی. بفهم بفهم. هیچی. بشینی من اینجور بشمالا. بیافتی دست خود بشکنه دلم خونکشه. من بابام همین جوریش با ما مشکل داره. بفهمه توی خونه چی کار کردیم ها؟ چی کار کردیم بابا مگه؟ یه پارتی پاستوریزه دانشجویی بیشتر که نیست. بابا حداقل دخترها رو دیگه بیخیال میشدیم. اوه شانس تو دختری نمونده دیگه بابا. فقط یه ساناز و هدیه و الهن. اصلا همین الهه تو بیجا کردین و دعوتش کردی. بابا جزو گروهه، میفهمی؟ مشکلی داری باش؟ نه مشکل ندارم، فقط اومد با لگد بندازمش بیرون. تو گوه میخوری بندازی بیرون؟ مهمونه. دختری لوس اون روز اومده جلوی بسیج دانشکده، جلوی اون همه بچه مثبت اونخ برداشت داد میزنه مجید. حالا نه حتی اقل آقای مجذوبی، نه باز آقا مجید. مجید خاک بستر، دوستت داره، میفهمی؟ اینا چه میفهمن دوست داشتن یعنی چی؟ اینا فقط بله کیک سفارش داده بودیم. ما آقا کیک سفارش ندادیم. من سفارش داده بودم. جشن تولد آرش دیگه. خب جشن تولد آرش چه ربطی به من داره؟ مجید 15 تومن داری الان فعلا اخولی بره بعدا رب چی بهت میگم. سلام تولد ها دیگه رفیق ماه. بفهم ایشان همیشه به شادی عبا انعامش هم بده. باشا همه دیگه بود دست جمعه نکنه. Thank you.
صاحب خونه مهمون نمیخوای؟ پرویز من آمده ام وای وای من آمده ام زهمار من آمده ام شما چجور اومدین تو؟ چی میگی بابا؟ دروا بود اومدیم تو دیگه شما هر جا درواز باشه همینجوری میرین تو؟ نه دیگه بستگی به جاش داره ناراحتی بریم کجا؟ نرو ببین جون مادر هستی بیم بالا بیا اینا دیگه چی؟ اگه ما قرار نبود از این دنگ و فنگ ما نداشته باشیم بابا جشن تولد که بدون دنگ و فنگ نمیشه مجی جان که جشن تولده نگفته بودی بابا خودم که خبر نداشتم زنگ زدم هدیه گفت آرش کرخر 25 سال پیش تو همچین روزی به دنیا آمده مبارک خیلی مسخره ای مجید دیگه حالا اینا واقعا دارن میان خب آره دیگه یعنی آرش با اون دو تا انچوچک قراره از این در بیان تو؟ مجید این خونه در دیگه هم داره؟ جلو چش آتقی و سهی در آره؟ همینجوری میگفتی فکرشو کردی؟ آقا من چجوری به تو بگم فکرشو کردم؟ تو فقط یه شیش عرق ورد و بیار اونا تا یه روب دیگه میرن خونه هاشون اینا تا شب نشه محال سنگرشون رو ترک کنن زنشون یه عمر حریف اینا نشدن من حریفشونم مجید جان با شیش عرق میخواین بفرست خونه شون آره؟ دیرم اونا چپو کردن اختلاس کردن چرا سه گرمه های شما در همه تو چه میفهمی اختلاس و با ساد نوشتن یعنی چی؟ حساب ها قلل نوشتن یکم روش آخر آخرش تجدید میشن اونا اول نمره رو میدن بعد دیکته رو مینویسن بی انصافا به کمتر از 20 هم خانه نیستن مردک بی سواد یو کلاسماتی بله خمونکیشا با تو نبودم عوام با اون نویسنده بی سوادی بودم که اختلاس با ساد نوشته باورت میشه؟ شاید اینقدر اختلاسش غلیظ بوده که مخواد از مخرج جدا کنه ای خدا خدا نیامرزه کسی رو که زیاد زیاد اختلاس میکنه آبروی ما رو هم میبره اختلاس اونا چی رفت با آبروی تو داره؟ ببین این امیرعلی نوه ما میکنه دیروز ویرش گرفته بود که بفهمه 1000 میلیارد چقدر بشه حالا چی؟ توی خونه همه فامیل زل زدن تو این دهن من که من بعد از 30 سال معلمی بگم 1000 میلیارد چقدر میشه بارکلا آقا یک آبرویی از ما رفت خدا میده بفرما باده بزغالاشم پیداش سلام بابا سلام سلام تو اینجا چی کار میکنی؟ بدن یک سلام میکنم خیلی خوب برو مادرت منتظرت اینجا وای نشتا امیرعلی بالاخره فهمی 1000 میلیارد چقدره؟ نه راستش از معلمم پرسیدم خب چیزی نگفت گفت بزرگ بشی میفهمی راست میگه دیگه راستی بابایی وقتی شما بچه بودینم توی مملکت ما علم ریاضی اینقدر پیشرفت کرده بود؟ نه بابا نه کم کم پیشرفت کرد آره برو بابا تا سفره رو جمع نکردن برو شاید به تو هم یه چیزی برسه برو بابا برو پسرم بودو خدا آخر عاقبت اینا رو بخیر شما بفهمین حرف بدین تقی آقا حیرون اون کمالات با ما حیرون تو سلام علیکم سلام علیکم شربت ویدمش دستپخت آقا مجید بفرم بابت چیه؟ خیال کنیم بابت دستگلی که صبح آب دادیم دیگه ببخشید دیگه اذیت شدیم آقا دقی مام تو محل رفت آمد زیاد شده بچه های هم دانشگاهی مونن اومدیم خونه آقا مجذوبی درس بخونیم میدین نزدیک امتحاناته برای هم درس خونه خوب چیزیه مثل اینکه ساقی که مثل شما بشه حالا بگو ببینیم چی ما خانه شما آمار آمار تو مملکتی که
همه چیزشون رو توی پستو و دوشک و متکا میذارن. آمار یعنی چی؟ خوب دیگه، خوبه دیگه، یعنی خوش خوش خوب میشه. خدا کنه دست درد نکنه. جناب آمار، حالا میشه شما ما بگیم اینو 1000 میلیارد چقدر میشه؟ 1000 میلیارد یعنی یک، بعد جلوش به تومن یا به ریال؟ بینش چکاری تومنش یا ریالش، به ما فقط بگو ببینو چقدر میشه. ببخش من موبایلم زنگ زد. دقیق داشته باش جان، وایس این 10 دقیقه اونجا، الان میام دیگه. وایس سفر اینا با بشه میام. کار بس چقدر لفتش دادی تو آقا. گیر دادن 1000 میلیارد چند تا نقطه داره؟ بدبخت ها از سرمون مخشون رو هنگ کرد. حالا جدی چند تا صفر داره؟ دوز صد مرتبه گفتم بفهم دیری چی میخوری، تابوری پلو مردم نره. همش از اون شربت کوفتی بود که نمیدونم توش چی ریخته بودن که حالم خود خود بهانه نیا، از اون شربت ما هم خوردم، من خود ندیدی. نکنه باشه کم دست بیکی که دیدی موازی میخی در بیدر زیر باخ. من یه دقیقه برم خونه، الان بر میکردم. همین الان آقا مجید، وضعیت صفیه. حواس آقا یادت رفته؟ خب خب چرا انقدر پلیسی آخه؟ باشه 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 چی شد؟ هیچی، ماشین رو باید بذاریم همینجا، باید بریم سمت خونهشون. بچه خوب گوش کن، اینا اونجا واستادن، ما از این بر میدون آروم باید بریم سمت خونه. با جاسوس بازیه؟ چه میدونم بابا، هدوان این آقا مجید عزیله دیگه. یادش این دیگه، این چه وضع مهمونی اومدن آرش؟ چه میدونم بابا، حالا که اومدیم دیگه. گفتم بیام چند کیلو میوه ازت بخرم آقا مجید، دست کنه تو جیبش. نکنه ولیم خوران دارینا؟ نه بابا، ولیم خورون چیه؟ همینجوری اومدم بگم همچینم بیمرام نیستیم ما، به تلافی کاری که صبح کردم دیگه، دست درد نکنم دیگه. 4 کیلو پرتقال و سیب خریدن که انقدر منت نداره، سرخا کبرا چیدن نداره، سر من پیر مرد منت میذاری؟ منت چه عباس آقا جون؟ به من بابا با هم داریم حرف میزنیم، به من نگاه کن، منت کدومه؟ چیز راستی از نام میخوام ها بگی بابا ما همون چهار تا، به من نگاه کن بابا، داریم با هم حرف میزنیم. همین چهار تا دانشجو جمع شدیم خونه آقا مجذوبی درس بخونیم، بعد میخوایم برای امتحان اینا درس بخونیم با مجید، برای همین گفتیم دیگه آقا مجید زحمتشو بکشه دیگه. مسخره بازیو چی در آورد؟ بری یعنی چی مگه ما دوستیم که نباید دیدیم؟ ببین خانم خانم ما بس نکنا، تو محله ما اول ادامه بعد محاکمه. یعنی چی؟ حالا بعد خودت میفهمی. ببین مجید فکر نکن بی خیال دیگه، ما دیم بشنگیم آقا مجید، همین بدیم بجنگیم که الهه اصلا حالش خوب نیست امروز، گیر نده دیگه، تقصیر آرش شد. چرا من؟ با دیر اومدی. خب دو تا لات عوضی هم مزایم شدن، الهه هم حقشون رو گذاشت کف دستش. من بشکم خیلی خوب. خیلی خوب، بفهمید داخل، بفهمید تو تولد مبارک، تولد چطوری زنگی؟ مبارک
بکشه. باش قضیه چی حالا به من بگیم؟ یعنی خودت هم خبر نداری؟ نه والا بد نیست بعضی وقتا به شناسامت هم یه نگاهی بندازی. آره والا خب بچه شلوغ نکنی، من به کامران گفتم تولد آرش. خب بگه نیست؟ چرا ولی یه جور دیگه. شب مراد است امشب، شب مراد است امشب. قضیه چیه دیگه؟ خب امشب جشن تولدت دیگه. جشن تولد من؟ جشن تولد من 4 ماه پیش بود، از تو بعید یاد رفته باشم. حالا چه فرقی میکنه آرش؟ اصلا جشن تولد من دیگه. درست حرف ازم، ببینم چی میگه. گوش کن، امشب که بچه ها هستن دوست دارم بهشون بگیم ما نامزد کردیم ها. امشب؟ آره امشب، هرچی امروز فردا کردی دیگه بسه. آخه هدیه میدونی چیه؟ من دوست داشتم خانواده ها اونم اونم به موقعش. امشب به بچه ها میگیم، فردا من شیرینی میگیرم تو دانشگاه میگیم. خب باشه خوب، من به بچه ها کمک کنم میام. تو واقعا مطمئنی؟ از چی؟ از آرش. آرش فقط یه مشکل داشت ولی دیگه 6-7 ماهه نمیزنه، فقط هم به خاطر من. خوش به حالت که ترک کرده؟ که میتونی خیال کنی ترک کرده. خیلی خوش خیالی دختر. منم اگه یکی مثل مجید به طور همی خود که راه به راه حالمو میگرفت، خوش خیالی از کلم میافتاد. ببین الهه، آرش اگه به خودم نمیتونه چیزی نزنه، همونطور که هیچ کار دیگه ای رو درست انجام نمیده جز بدبخت کردن یکی مثل تو. در مورد مجیدم همین امشب همچین بندازمش تو تور که نتونه جنب بخوره. بفرما، این زیتونتون، گوجه هم هست، این هم سوسیس و کالباس. بسه بازم برم بگیرم. کافیه بابا، بسه. آه چی؟ نه کمه، باید بری خرید بزنی. خسته بازی در نیار دیگه، حالا حمیدم میاد. اینا که همش خوراک منو حمیده فقط. خیلی خب، حالا کارت بخوریم میرم میگیرم دیگه. لازم نیست. اینجا مرغ مگه ندارین؟ چرا، حالا بخارام هست. اینها دیگه، اینا جون میده واسه جوجه کباب درست کردن. اتفاقا من با الهه موافقم، چون بالا سیخ دارم، منقل دارم، زغال. اتفاقا همینجا رو اجاق باز یه جوجه کبابی براتون درست کنم که انگشتاتون هم بخوره. الهه خانوم اگه یه همچین هنرایی داشتن چرا تا حالا رو نکردن؟ اونش دیگه به خودشون مربوطه. تا یخ اینا وا بشه بریم اتاقو بچینیم. شما خودتو ناراحت نکنه الهه خانوم، انگاری تو این خونه یخ ها زود وا میشه. پس چرا تو هنوز انقدر یخی پرویز؟ بیاین کمک بچه ها. برو مگس، برو درستش میکنم خودم. بیا دیگه. دختره چرا اینجوری شده؟ خره میخواد بهت ثابت کنه که مجید خیلی خری. الهه جون، جون مادرت بسید دیگه. دست درد نکنه، خوب شد. فقط این میزرم بذارین اون بچه هاشون. بیا الهه خانمون، حالا داره این همه از این خرکار خر کار دور از جون خرپرویز. راست میگی والا، خر نبودی ما نمیسادیم نه به مون تیکه بندازیم. اصلا کدوم خری واسه فارسی سفرتی؟ اون کار تو بکن. مرسی مجی، اینا رو چیکار کنم؟ اونه بذار تو اونجا تو تو بیا اینجا بینم، بیا اینجا بینم سر جاش. کی گفت این میز رو تکون بدی؟ بسه برش قربونت برم. بله یوهو، همین تویی؟ بیا تو درم پوزیر رو ببندی. ببخشید برادرا، پارتی پارتی که میگن اینه. ایش بس بزن دست و سایی. چه خوشگل چه خوشگل چه خوشگل.
خوشگل چه 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 خوشگل ویلکامتون کو. خیلی بی غیرتی. الان اومدن همه؟ آقا اصلا یه چیزی آقا موبایلا جم همه دست آقا کامی طبق معمول میخوام شروع کنم حرف نباشه بده منگام شو بده بینیم آنجلینا نه سایده دشویی سوزول بیا تو درم پای سرت ببن بازی بچه قردی در باز گذاشت بالا یا الله ساقط سوسول عمرم بتونه همچه صدای از خوش در بیاره با کیه؟ کامرا حاجی به سالیه من قرار نبود امروز نیاد خب برو یه جور ردش کن بره به سالی کیه؟ روز خونشونه صاحب خونه؟ ای حاج آقا شما این مادر فکر کردن شما بیمارستان تشریف دارید رفتن کاشون ادات عموجان البته مادر درست فکر کردن بیمارستان بودم همین امروز زور مرخص شدم ولی یهو یادم افتید پنجشنبه آخر ماه دلم نومد روزه حاج خانم تعطیل بشه اتفاقا بابام اگه اجازه بفرمایید بریم داخل هوا سرده برای من یکم ضرر داره غرض اینه که پنجشنبه آخر هر ماه ذکر مصیبت ابا عبدالله زیر سقف خونه انجام بشه وایسا لازم نکرده تو با اینا بری کجا؟ هر جا تو قول ندادی؟ هدیم بلم کن تو مزیاده واقعا عذر میخوام دم در من بی‌ادبی کردم خدمت شما من فکر کردم پشت آیفون دوستم حقیقتا اب نداره بابا جان خیال کن منم دوستتم طوری میشه خیال داره آجا این بخارید که روشنه ها بله آجا بفرمایید سردمه قصد فضولی ندارم بابا جون ولی مثل اینکه قرار اینجا مراسماتی باشه هم؟ یعنی نه آبجی رو زنگ زد گفتش که میخواد بیاد اینجا بچهش بگیره یعنی تولد بگیرم اولی یا او دومی او؟ سومی آجا ماشالله باریکلا حتما او یه میلیون تومانیان ها؟ حالا من همش درس میخونم آجا سرم همش توی چیزه درسم همش حالا خوبه بشینه به رازو خوندن تا شب نره با خدا نکنه ویل کن تو هم بچه ها جون و مادراتون ساکت چرا ندش نکردی بره الان ندش میکنم این تازه از بیمارستان مرخص شده الان هم سردش بدون من تو گرمش بشه میره بیرون نجید جون و مادر داره میترکم ها آج
داداش آقا قابل شما رو نداره. بفرمید. دست درد نکنه بابا جون. همین که خیلی زیاده بابا. بیا همین بس. حالا دیگه لازم شد حتما یه روزه بکنم. حالا آقا کسی خونه نیست، یعنی حداقل 5-6 نفر باید باشن یا نه؟ شما که هستی بابا، یکی مرد جنگی به حسد. آج آقا من عرض کردم خدمتون که من الان همش دارم درس میخونم. آج آقا خوشا به سعادتت که به فکر درساتی. این آقا یاسر ما به فکر همه چی هست الا درس خوندن. هرچی هم بهش میگیم انگاری یاسین به گوشش میخونی. حالا هم عیبی نداره بابا جان، زیاد وقتت نمیگیرم. یه ذکر مصیبت مختصر و السلام. نمیشه که آج آقا، یعنی من نه که اعتقاد نداشته باشم، دست خودم نیست آج آقا. خوب آشمزش کرده. مرز به چی میخندی؟ تو تا بیشوری دیگه، به چی میخندی خب؟ مجید اونجا گیر کرده، تو چرا شاکی شدی؟ من احمق از تو را که میومدم باید برم دشویی. خوبه؟ اشکالی نداره، عوضش سعید اون تو خفه شو. چیزی بهتر نداریم در موردش حرف بزنیم؟ با این حال راست میگی، یه وقتای درس و مشق واجب تره. پس بی زحمت یه محبتی بکن، تو ماشین ای کیف سیاه منو بیار تا لااقل منم اینجا به درس و مشق خودم برسم. بی بابا جان این سویچ بگیر، رو صندلی جلو نبود حتما صندوق عقبه. یارو موندنی عجب بچه سر به هواییه. این یاسر رو میگم، بهش گفتم این سیدیا رو نگاه کن ببین چی چیه، تا من بشینم پشتش بینیستم. لا اله الا الله. حالا من سیدی ازدواج رو بدم دست پیرزنای دم مرگ، سیدی توبه رو بدم دست این دخترای دم بخت، میدونی چه فضاحتی میشه؟ زحمتت بابا جون. کامپیوتر که حکمت داری ها؟ بله کامپیوترم دارم. خیلی این اولاش رو نگاه کن، اونایی که موضوعش ازدواجه از اونای دیگه جدا کن تا من بشینم روش بنویسم. اینا هم دیگه درس مشقای ماه دیگه. مردم هستم مردم. کاش میموندیم این پایین به آلاسکا گفتیم زکی باز برزد. مجید گوه خورده، غلط کرده، دیگه خونه تو پارتی نمیگیریم. بلش کن حمید، بلش کن. پشتشو بنویسیم، بگو چی باید بنویسیم، ما خودمون بنویسیم دیگه.
آقا رو تازه چورتش گرفته. به این میگن چیز خواب قیلوله. زر نزن بابا، قیلوله مال قبل از ظهر. قال رسول الله ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. قال رسول الله ان نکاح سنتی فمن رغب. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی محکم الکتاب. توبوا الی الله توبه نصوحا. البته بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی فی محکم الکتاب. توبوا الی الله توبه نصوحا. طفلی از درس و مشق خودش هم باشد. یا زهرا آخی. مجید، مجید بابا کمک نمیخواد. یا الله. نه بلا جا، شما استراد بفرمایید تمومه. نه بابا این درست نیست که، اصلا فکر نمی کردم اینقدر زحمت بشه برشون. حاج آقا چه زحمتی، هر بار که وظیفه‌مون انجام دادیم. تعارف نکن بابا، پیغمبر فرمودن لعن و نفرین خدا به کسی که زحمتشو به دوش دیگرون بندازه. لعن و نفرین خدا رو برای من نخر بابا. حاج آقا خدا نکنه، اتفاقا چه مباحث مفیدی، من کلی استفاده کردم حاج آقا. بشین دیگه بابا، سر صدا رو انداختی. بابا خب سردم چی کار کنم، دارم سردم، یخ زدم. من بشین مگه آرش، مگه نگفت زغال و منقل و مخلفات این بالا هم بکوبه کوی رو کن یه حالی بده دیگه. آقا رو فکر کرده کامی علکی حرف میزنه، الان همچین گرمتون کنم که حال کنی. اگه چیزی داری؟ بس چی؟ داری؟ داری؟ به خواه کامی هاتبرد بیا من کامی هاتبرد بیا کامی هاتبرد بیا کامی هاتبرد بیا پشتش هم نوشتی بابا؟ بله آجا، من پشتش هم نوشتم. میخواستی درشت بنویسی این پیر زنه پابستن گذاشته بتونم بخونم. آجا من پشتش نوشتم، درشت نوشتم. خدا خیرت بده. آخه ما پیر فاتالا که چشمشالمون درست نمیدینه بابا. بفهمید بفهمید، هم یاد دست درد نکنه، خیلی ممنون. آخه لا 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 مجید نفهمیدم خوابم برد نبود. وای بسم الله. باز نمیشه، من زورم بهش نمیرسه. این مال انقباض انبساط آجا، یعنی قبض و بس به در دستشویی هم رسیده. این مال سرمای حواس آجا، یعنی باز بودا، من داشتم میومدم باز بود، همینطوری هی میومدم نزدیک خود به خودی بی خودی بسته شد. نه میدونین این درگاهی توی حالت انقباض اینطوری میشه، این مال جابجایی این امواج ناپایدار آجا. علمم خیلی پیشرفت کرده بود. شما اگر آجا یه دقیقه این طرف وایسین من در براتون باز میکنم، یه خورده همچین این لم داره. ببخشید. باشه باشه. ای برادر بابا اینجا خوبه؟ بله بله. باشه. میگم گفتی علم، تا یه موضوعی افتادم بابا مجید. این 1000 میلیارد چقدر میشه؟ چی آجا؟ این سبیه ما سر کلاس نهضت سواد آموزی درس میده،
یکی از این حاج خانم ها ازش پرسیده 1,000,000,000,000 چقدر میشه؟ سبیه ما بنده خدا توش مونده. بله حاج آقا بفرمایید. یعنی این حاج خانم میخواد بدونه چند سال طول میکشه که مستمری شوهر خدا بیامرزشو بگیره تا بشه 1,000,000,000؟ 1,000,000,000 داشتم همه شو دستشوی میساختم. اگه آرش لب زده باشه خیلی میشه نه؟ این حاج آقا باز آن باز شد؟ بله راست میگی باز شده. دست در نکنه. خواهش میکنم. بوده کامی خوبه نیازی چی کنم گرم؟ الان خوابش خوبه. بابا اون مطایی که من دادم بهش بوده کامی خوب رو ایکلت برم. حاجو ببخشیم مثل یکی با این گربه ها خرابکاری کردن. خیال کردن بازم اجای قبض و بست کرده. ببخشیم من الان میام خدمت شما حاجو عوض میخوام. ببخشیم چه خوشگل مطمئنم اون بالا یه خبراییه. اگه قرار بود خبری نباشه که تو این سرما نمیرفتن اون بالا. حالا تو چرا ناراحتی؟ مگه نگفتی آرش 6 ماه پاکه پاکه؟ به خدا اگه چیزی زده باشه به جون مامانم دیگه نه من نه اون. حاج آقا این گربه ها بودن. گربه هم بابا گربه های قدیمی لااقل یک موشی میگرفتن. این قدم بی چشم رو نبودن مثل این آرش بی چشم رو. عوضش آرش تونسته یه موشی مثل تو رو بگیره. بابا گفتم از فکر و خیال در بیای. حالا شاید آرش هیچ کاری نکرده باشه تو اینقدر ناراحتی. چه خبر اون بالا؟ کسافت کاری آرش هم؟ حاج آقا دیگه اینم سیدیا خدمت شما. دست درد نکنه بابا. خیر ببین الهی. به 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 یم برای خودت بابا. مرسی ممنون آجابا. موز دستت. خیلی ممنون. میگم مجید بابا تو چرا ازدواج نمی کنی؟ هنو که واسه ما آجابا وقتش نشده که. یه آقای آسر ما هم جفت خودته. هر وقت حرف ازدواج میشه میگه هنوز زوده. میگم بابا لااقل عرضه داشته باش. خاطرخواه یکی باشو. بسکه بی حالی و بی خیالی ای تو روح اون آقا یاسرت که عرضه نداره خاطرخواه بشه. داره به در میگه که دیوار بشنوه. من خاطرخواه شدم آج آقا. خیلی هم بد جور خاطرخواه شدم. ولی واقعا کو دختری که به درد ازدواج بخوره؟ یا آقا یاسر ما هم هرچی گیر میفته همین اباطیلا سرهم میکنه. بابا تو از کجا میدونی طرف چی کار است؟ ها؟ چرا آج آقا دیگه بعضی چیزا رو واقعا میشه فهمید. مثلا دختری میاد با شما رفیق میشه. بله؟ چی؟ خب همین دختر میره پس برای با یکی دیگه رفیق میشه دیگه. بعد واقعا میشه به همچین دختری اعتماد کرد؟ رفیق یا خاطرخواه؟ ای بابا خاطرخواهی بودم آج آقا. خیلی نامردی مجید. اگه خاطرخواه بودن که سر سال نکشید از هم جدا نمیشدن که. شما الان میدونی آمار طلاقای دانشجویی چقدر بالا رفته؟ طلاق که بابا همیشه بوده. خب اجالتاً حرف من به شما جووناییه که چرا ازدواج نمیکنین بابا؟ چرا خاطرخواه نمیشین؟ حالا باز خدا رو شکر
الحمدلله که تو خاطر خواه شدی، یک قدم از یاسر ما جلوتری. الحمدلله وضع مادی تو هم که بد نیست. بابا قال قضیه رو بچن، قبل تو بگو کلک کارو بچن دیگه. حاج آقا شما اگه جای من بودی به دختری که اهل پارتی و بعضی چیزاست واقعا قبل تو میگفتی؟ بابا پارتی که چیز بدی نیست. سیکو سیکو بابا جون، الان همه عالم آدم دنبال ای هستن که یه پارتی پیدا بکنن کارشو انجام بشه. نه نه نه، از اونجور پارتی ها جاقا، یه جور جشنه. ها مثل همین جشن تولدی که شما برای خواهرزادتون گرفتین امشو. نه ها جاقا دیگه این دیگه محرم و نامحرم نداره، یعنی همه قاطی هن. مجید بابا وسیله ازدواجی بده به من، بده به من بخون. اجالتاً شما این سیدی توبه به دردت میخوره. بگیر. الو How are you coming؟ مرد کجایی تو؟ کجاست؟ به تو چه؟ بابا مهتامون دستش ها باشو بیا دیگه، جور کردی؟ نه جور نشو گوه خوردی، اگه مگس رو فرستاده منم آورده بود دیگه. آرش آرش نه بابا، یه مهمون ناخونده داریم. پلیس کدوم قبرستونه بابا، میگم مهمون ناخونده. بیا بابا واسه سوار پله برده شد. پاشو بالاخره رضایت داد بره. بله نه آها آره مجید بابا. بله آجا خاک بر سر صاحب، چی موقع اومدن بود آخه؟ مجید بابا او عرقو هم برای من بیار. چی آجا؟ عرق بهار نارنجی که بابات برام گذاشته؟ سلام علیکم آجا. ای بوی این ها رو که خبر کرد؟ دیر کردیم و سلام علیکم حاج آقا خدا شاهده، دیدم ماشینتون جلوی دره، همه خانوما رو خبر کردم. سلام حاج آقا. سلام علیکم. الان بقیه هم از راه میرسن. ولی با اجازتون اگه اجازه بدید من دارم میرم. خدا شاهده اگه بذارم بدون روز شما از اینجا بریم. بفرمایید. برسونی خودتو. آره تو حاله. میگم حالا هاش کنم. بفرم خواهش میکنم. بفرم آجا کامی توهم زدم اساسی. الحمدلله که بهتر هست. شکر خدا بلطفتون بد نیستم. خدا رو شکر. روز هم هاش خانم باشه طلبتون. این بچه ها درس داره آجا. یه مجیده که اون کاری به کارش نداره. بفرم توهم زدیم حالمون بد شده. برای سلامتی حاج آقا یه صلوات بفرست. مجید جان شما برو به درسات برس، ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. تازه اون موقعم که مادرت بود کار روزن ما انجام میدادیم. نه حالا اشکال نداره. ولی خانم جلسه یارو خوب میشناسم. خدا خیرت بده. خدا بهمون رحم کنه. اگه امشب هیئتم داشته باشن چی؟ من که میگم نقشه هست. ما رو جمع کردن اینجا همچین حالمون رو جا بیارن که دیگه گوه بخوریم اینجا پارتی بگیریم. بفهمین حاج آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. هاش خانم ها خدمتون عرض کنم که امروز از روزه خبری نیست. منم باید برسم به مجلس بعدی. شما هم بفرمایید برسیم به زندگانیاتون. ای وای حاج آقا لاغل یه چهار تا مسئله بگین. وا چهار تا مسئله کدومه؟ ما اومدیم فیض کامل ببریم حاج آقا. حرف همون که عرض شد هاش خانم، مسئله و روزه و فیض کامل و فیض ناقص هر چی میخون انشالله فردا تشریف بیارین همین کوچه پشتی منزل هاش کرامت. باشه چشم، لاغل اجازه بدین از چایی روزه محروم نشیم، به اندازه یه چایی که وقت دارین حاج آقا.
وقتی روزه نیست هاش خانم، چوی یعنی چی؟ ای خدا مرگم بده حاج آقا، یعنی این مجید تا الان یه چای دست شما نداده؟ نه یعنی اصلا حاج آقا قرار نبود تشریف بیارن تو، بعد حالا دیگه بله خب معلومه، انگار کسی دیگه ای قراره بیان. امشب جشن تولد همشیرزاده شونه، رب تو جوری هم به من و شماها نداره. حق با شماست حاج آقا، اصلا به ما چه ربطی داره؟ مجید جان، دوستات که قرار بود بیان دور هم درس بخونین هنوز نیومدن؟ چرا اومدن، منتها دیدن که آبجی اینا قرار بیان برای جشن تولد دیگه زودتر رفتن. من خیال کردم اون کفشایی که جلوی در مال دوستای شماست لابد، شاید موقع رفتنی یادشون رفته کفش بپوشن. حاج خانما لا اله الا الله. حاج آقا ببخشید، یه استخاره لطف میکنید؟ چشم، نیت کردین؟ بله. من میگم که تا حاج آقا استخاره میگیرن برم یه چایی دم بکنم بیارم که یه فیضی هم از... نه شما زحمت نکشین، من خودم میرم چایی میارم، بفرمید شما. چه فرقی میکنه، من خودم میرم میارم. چرا هول شدی مادر؟ مجید جان یه چایی ریختن که این حرفا رو نداره مادر، خونه محترم خانمم اینه و خونه خودمونه. بالا سلام. ببخشید من دیدم دارین صحبت میکنین، نخواستم مزاحمتون شم. بفرمایید شما، من الان براتون چای میارم. بفرمایید روزه تموم شد، قبول باشه. بفرمایید. سلام علیکم. سلام حاج آقا، خوش اومدید. الان میام خدمتتون. مجید جان بیا خاله. قندونتون خوشبست. چای کیسه ای داریم؟ آره کتری برقی رو بزن به بعد، من این خانمه رو میشناسم. ببین اینا تا چای نخورن از اینجا نمیرن. باشو دیگه باشو. بسم الله الرحمن الرحیم. بشکو من کن. و این الغیب لا یعلم الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلم ها ولا حبت فی ظلمات العرض ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین یا احکم الحاکم احکم بینی بین الله اما یجیب موضا تر ازاده ها و اکشف السو. بابا چه خانومی، دست درد نکنه عزیزم. خواهش میکنم. شما هم از دوستای آقا مجیدی؟ من نه، من خاله آقا مجیدم. وا شما همون مریم کوچولویی؟ مریم ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چقدر بزرگ شده، چه خانومی شده برای خودش. حاج خانوم خواهر تحت آقارش رو نکرده بود، ترسیده بود که خدای نکرده نظر بخوره. ببخشی من زودتر خدمت نرسیدم حاج آقا. خدا ببخشه بابا، آخه تا قبل از اومدن حاج خانم هم مجلس مردونه بود. البته من تو اتاق داشتم به مجید جان کمک میکردم، پشت اون سیدیا رو مینوشتم. چه سیدیای آموزنده ای هم بود حاج آقا، دستتون درد نکنه. پس لازم شد مزد دست شما رو نقدن بپردازم. شما ازدواج کردی بابا؟ من؟ نه حاج آقا من. این سیدی ازدواجی برای شما. دست شما درد نکنه. راستی حاج آقا اون سیدی نماز بود که سری پیش به هم داده بودین، نخونده؟ من از طرف سیدیو از شما عذر میخوام. خواهش میکنم سیدیو برگردونین، بچه‌شو نقد بدم خدمتتون. مجید بابا الاماتو. ای
ببخشید خاموش بدم این گربه ها ببینم چی شده. بفرمایید چایی. اون بالا چی خبره؟ اون بالا رو بی خیال شو. بگو این پایین چه خبره؟ دارم میمیرم زانه هست. نه. آخ مامان آمد بد قول بیشو کساف. شما دارید چه غلطی میکنیم اینجا؟ مجید جون مادرت نشید. یه کاری بکنین لامصب خودشو بندازه پایین زن منو رد کن برم. خاک تو سر بی ظرفیت تو کن. چه اینجوری شد؟ من چیکار کنم الان؟ بی عرضه میگم ردشون کنین خودشو بندازه پایین کار دستمون میده. با اینا نمیرم به خدا. مجید این بیفته این پایین خونش پای تو ها. خونه ما نیست، خونه عمه من نیست، خونش گردن تو میفته. گفته باشم. ای خاک بر سر بی عرضت کنم مجید. من چه خاکی تو سرم بریزم؟ فقط پاشو بگیر تو. ببرمش تو انباری. پاشو بگیر. سر نزنی میزن تو دهنه تا. یا بسم الله خدای خودت رحم کن من آبدور. این بنده خدا محترم خانم همیشه به من میگفته صداهایی میاد من ساده باور نمیکردم. حاج آقا میشه خواهشی کنم یه دعایی چیزی بخونیم برای این خانواده؟ این از ما بهترون دست از سرشون برداریم. خدا خیرت بده. ما رو با از ما بهترون ایچیا مربوط نکن. میگیرن میبرنمون اونجایی که مسلمون نشنود کافر نبیند. بعدش چهار تا گربن در دیزی واز بوده خوردن خوابیدن چاق و چله شدن حالا هم مست شدن افتادن به جون هم دیگه. از ما بهترون دیگه چی چیه؟ خیلی چایید خوشتم بود. دست درد نکنه دختر. نوشه جونتون. مجید بابا بلاشا خیلی خراب کردن بابا. آرش همیشه کیاج آقا گربه ها رو میگم رو پشته بود. اول زدن دیگ میگار چپه کردن. البته چیزی نیست من الان میام همه رو جمع میکنم. گربه کدومه حاج آقا؟ گربه که نمیتونه تیک و پایه چپه کنه. اینا خودشونو شبیه گربه ها در آوردن. مجید جان یه وقت نزنیشونا. بله چشم. آره مادر راست میگه. خب دیگه چای جونم که خوردین پاشین برین به زندگیتون برسین. این بچه هم به گربه بازیشون برسن. بفرمایید. چشم حاج آقا شما که برامون روزه نخوندین لااقل یه دعایی بفرمایین که ما یه فیضی هم از این مجلس برده باشیم. چشم ممنونم. خدایا پروردگارا این خونه و اهل خونه رو از شر خناس محافظت بفرما. لااقل آمین. یا زهرا سم میخورم این حاجی همه چی رو فهمیده بره بیرون با پلیس برمیگرده. بذار بره. خوش اومدین. ببخشید خواهر اینا نبودن من نتونستم خوب پذیرایی کنم. چه حرفیه میزنی؟ پذیراییتون کامل بود. این همه را پاشدیم اومدیم اینجا نه روزه ای نه مسئله ای. حتما حکمتی تو کار خدا بوده که ما بیایم اینجا با مریم گلم رو نزدیک ببینم. راست مادر تو که اینجا هستی شما؟ من تا آبجینا برگردم هستم اینجا. چه خوب. خدا حافظ. خب دیگه مجی جان ما هم زحمت رو کم کنیم. حاج آقا خیلی اذیت شدین. نه بابا چه اذیتی. راست خوب شد یاد اومد. بابا این شعر ما رو بیار دیگه. ها بله. اینم که از خودمونه. حاج آقا خدمت شما. دست گل. ببخشید رو خدا. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بیرون نیا بابا. بیرون نیا. Oh, my God.
کامی بیا بری کنار، بری کنار. دست پاشو ول کن. بزنید نفر بکشه. بری کنار. ولش کن، ولش کن. ماجد بابا برو از تو ماشین من کپسول اکسیژن رو بردار. برو بابا ببینم. یکی یه لیوان آب بیاره اون درم باز کنید. تو گیرد انداخم قاتل بیرم اوش بود خوردی ما دادی تو اون شربت کوفتی چی ریخته بود دیگه تمام دل رودم اومد تو حلقه هیچ به خدا ساکت اون تا پیمه چیزی ما چلی به شما فرخته دیگه نقشه قتل ما داشته فکر کردی چی؟ ما به همین راحتی میمیریم تا شما رو نکشیم نمیمیریم ممیدون با تو کامران نامت کار بکنم آها شما رو باید سپرد به چنگال اداره وقتی با ما حرف میزنی او جهان چه ببند رو دو مکان برکن برکن بفرمایین حاج آقا. بیا مراقبش باش. پارچه رو تمیزه؟ بله. تو نامزدشی؟ دیگه نه. اجالتا فکر کن هستی. بیا یه پارچه رو خیسش کن به چلون بذار و پیشونیش. تبش خیلی بالا خطر داره. مجید بابا ببینم تو خونه چه داروی داری به درد میخوره. فکرش نره بابا درست میشه این پیزوری باز پس افتاد نیست حاج آقا هنوز اینجاست برادر آرش چی کارش شده این برادر خواهر خدا خیر بده به این عزت حاج آقا که الحمدلله بودن و بودن این برادر احمد حاج آقا اینا هست بذارشون جو مجید بابا به این بچه ها بگو بله سر این بچه اینقدر سر صدا نکنن گناه داره چشم شو کاری از من انجام بدم حاج آقا بابا ببین اینا تاریخ نگذاشت تموم نشده باشی میگم شما پزشکی خوندی؟ نه بابا آخه عموی منم مثل شما وارده اون تو جبهه امدادگر بوده نه امدادگر نبودم پس چطور انقدر به قرص و دارو وارده؟ دعاشو به جون این آقا یاسر ما بکنین اونم یه چند بار نادونی کرده بود همی دواها خورده بود همی حالو شده بود یه بار کارش به بیمارستان کشید تو این هاگیر واگیرا فهمیدیم دردش چیه درمونش چی پیداش کردم خودش یه دونه از این آب بخوره تا نیم ساعت دیگه حالش خوب میشه بابا یه لیوان آبم بیار این باید خیلی آب باشه مملکت قانون نداره حساب نداره کتاب نداره الو دایی دایی احمد بیا که دایی تو چیز خورش کرده اگه حالش بهتر نشود هر سه ساعت یه بار یکی او قرصو بهش بده چشم اگه بازم تا فردا بهتر نشود دیگه باید ببرنش دکتر خیلی خوب التماستا حاج آقا امروز ما رو خیلی شرمنده کردین پیش خدا شرمنده نشی بابا ما چی هستیم حالا اگه یه بالش و یه پتو هم بیارید ما بی ابو امامه‌مون بر می‌داریم رفع زحمت می‌کنیم حاج آقا جان بابا بگو نمی‌دونم در مورد ما چی فکر می‌کنید ولی ما امروز اومده بودیم که فقط نمی‌خواد بگی بابا لازم نیست اصلشو بگی اعمال شما به خودتون مربوطه من بتونم جواب اعمال خودم بدم هنر کردم همه کارهای بدی که امروز کردیم زشتیش به اندازه یکی او چند تا دروغی که امروز ای آقا مجید مجبور شد بگه نیست دروغ بابا
سرمنشه همه بدبختی های بین بشر این دروغه. همین دست بده من دو حاج آقا عباتو ای اما من رو باشو ببخش یا کپسول اکسیژن تو مونده آجا با نریم باز برگرد دنبال کپسول نه بابا انشالله امشب ایریه مریض منم همراهی میکنه اینجا هم بیشتر بهش نیازه آره. فردا بازم تو این محله روزه است میام میگیرم بابا چشکال نداریم بارو به شما تشریف میبریم چایی رو بردم براتون این چاییر دیگه نمیشه نخورد مخصوصا کنار شما جوونا کامران بابا تو هم بیایی استکان بزن بیا ای بابا حاجی جون حمید شما از همون اول میدونست اینجا چه خبره نه؟ دونستن که نه بابا ولی شما هم یکمی ناشیگری کردین آخه چطور میشه قبض بست در دستشویی و گربه های رو پشت بوم و خاله خانم آقا مجید باور کرد من زاکر ابا عبدالله هستم نه مفتش نظمی بابا حالا برای اینکه رفاقتمون به هم نخوره بیا اینا همون سیدی هایی که شما خودتون زحمتش کشیدین یکی یه هدیه از زاکر ابا عبدالله داشته باشین بد نیست هم سیدی ازدواجش به درتون میخوره هم شاید سیدی توبهش به درتون بخوره بیا بابا شما توبه رو گرفتی اینم ازدواجش برای شما شما هم ازدواج گرفتید اینم توبهش برای شما آج آقا یه ازدواجم به من بده تو بابا اول توبه کن بعد ازدواج بله مرسی اینم برای شما بابا اینم سهم رفیق رقباس ما خب کسی دیگه هست من نیده باشم ایش همین ساعت سسول است که هنوز نیومده البته آج آقا این ساناس خانم ما هم از اوناییه که اجالتم باید فکر کنه انشالله فکر میکنه پس لازم شد سهمیه آقا ساسولو بدم به شما بفرمایید آجی سسول البته مخففش میشه همون ساسول بگیر بابا خب دیگه ببینم فرصت میکنیم زحمت رو کم بکنیم یا نه یا الله لا اله الا الله میدونم بابا معذبین ولی اگه به اندازه یه نماز مغرب منو تحمل بکنیم دعا جون اختیار دارید این چه حرفیه آقا الان برای تو جانمه خدا خیلی بده خیلی خوش سر و زبانی دنبال برنگو دستی هم میگردین نمیدم آقا نمیدم خب الان چیکار کنیم؟ الان میدم آقا بزفه آه میدم به یک شهر چه شهر؟ خودمان کمیسر اولش باشیم کمیسر؟ یعنی خودمان بگیم توش نمیدونم ساعت کار خر چرا جواب نمیده نه زنگ میزنه نه هم زنگ میزنه هم گوشیش جواب میده بیا برو مجید یه زنگی بهش بزن بگو سروساد نمیخوام بیاد زود من موبایلم اونور خاموشه بیا برو بهش بگو وضعیت سفیده بابا برو دیگه نکنه هنوزم میخوای پارتی رو بندازی چیه؟ فکر کردی اومدیم اینجا روزه بخونیم ها؟ هنوز اون آرش احمق این جنازه افتاده اون وسط ها بلطفون حاج آقاتون آرش دیگه حالش بد نیست حداقل از اون حاجی خجالت بکش کامران من نوکر حاجیتونم هستم مگه نگفت دروغ از هر کار بدی بدتره خب دیگه من از فردا دیگه دروغ نمیگم ولی به جای شرمه کارامو میکنم اینجوری از خدا طلبکارم میشم واقعا که خیلی مسخره ای زنگ زدم خب یکی دیگه جواب داد لابد خط رو خط شده بازم زنگ زدم یکی دیگه جواب داد فیلمش نکس اللهم صل على محمد و آل محمد السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الله اکبر الله اکبر قبول باشه حاج آقا قبول حق بابا بفرمایید
دست درد نکنه. حاج آقا یه دعایی هم برای ما بکنی. خدایا به تمام دخترای ما پسرای خوب و به همه پسرای ما دخترای خوب عنایت بفرما. آمین. دست درد کنم تمیش قد شده دیگه، نمیخواد دستمال بذاری، ولی نمیدونم چرا بیدار نمیشه. الله و علم. خدا کاش تمام قد نمیشه. حقوق بازی عوض بیدیه. ببخش من میبخشی؟ تو آدم نمیشه. چرا؟ خدا دوست دارم آدم شد. زورم به خودم نمیرسه، زورم نمیرسه. تو کمکم میکنی آدم شم. رو کمتم خود لطف کردم. خب دیگه ببخشید، خیلی زحمتتون دادی، ما رو حلال کنید. خدا براتون خوش بخواد. خدا نگهدارتون. آقا یاسر روز سلام. چشم به کامران و مجید بگو بهتر تسلیم بشن. کامران مجید مقاومت بی فایده. دست بزن و بیارید سر خواستی به خیلیان بیرون. بده بیرون، بده بیرون، بده بیرون. بده بیرون. منظورش یکی بیه بیرون بابا جان. منظورش بیه دیگه. باز چی شده پیر پاتالا؟ چتونه بابا؟ حاج آقا شما بهتر دخالت نکن. حاج آقا شما نمونده مونده. حاج آقا لطف بفرمایید در این مورد به خصوص شما دخالت نفرمایید. باز چی شده احمد جان؟ سلام علیکم جان. سلام بابا جان. این خاندایی ما دوباره زنگ زدن، میگن سوی قصد شد. میگن یعنی چی؟ مگه سوی قصد خودم داره؟ نه حتما ما باید بمیریم که باورتون بشه. خدا نکنه دایی جان. بابا من فقط میگم که جایی نسکه دن سخنانی بله دستان ودا بیا بزن بیه پاهاشون که فلان نکنه. بفرمات چیه چرا اینقدر شلوغش میکنید شماها؟ زشت تو این محله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام دکتر همه جان. سلام حاجا. سلام علیکم. ببخشید. کیه؟ منم مادر. افر. سلام علیکم. سلام دخترم. ساعت ماشین پلیس ببینیم یاد جلو. این اوز حیدر عادتشه تا هفته دو سه روز این خواهرزادشو نیاره تو این محلو این قیل و قالب پا نکنه انگاری آروم نمیتونه بشینه. چی بگم والا؟ میگم مادر تو که فعلا اینجا هستی؟ بله بله هستیم اینجا. این هستی خدا رو شکر. محترم خانم که ایشالا مسافرت اومد حتما حتما خدمت میرسه. خاک بر سر براش خواستگار اومد. خود چی کار کنم؟ کاری نداری مادر؟ تو که بوزه نداری گوه میخوری عاشق میشی. خدا حافظ. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون هاش خانم. مجید کامران بابا بیان اینجا. بابا بعد جوری با اینا تا کردیم برین از دلشون در بیارین ازشون عذرخواهی کنیم. چه غلطی کردیم تو این خونه پارتی گذاشتیم. بری تو بابا جون بری ببینم. خب دیگه خدا حافظ شما. حاج آقا ببخش.
حاج آقا یه نفر قرار بود بیاد اینجا، ما دستگیرش کردیم. خدا خیرت بده بابا. حاج آقا کجا کارتون دارن؟ بابا جون این جلو خونه حاج آقا خوبیت نداره این ماشین واسده. آبرو داره تو این محل. درش کن بجاش. حاج آقا این آقا قبلا هم از دست ما در رفته بود، ما دستگیرش کردیم. نکنه این آقا صاحبو میگی؟ آره اتفاقا گفتی اسمشم صاحبه. خاک بر سرت ساناز با این بیفت. ما از ساعت سه این بچه ها اینجا منتظرش، از شما دستگیرش کردیم. حاج آقا گزارش دادن، خب ما هم باید دستگیرش میکردیم دیگه. وظیفه همه ما دستگیریه. منم همکار بابای خدا بیامرزتم. بابا جون بگو بیارنش، گناه داره این بچه ها منتظرشن. حاج آقا خود دانید ولی قرار پارتی بگیرن ها. پارتی نیست بابا جون، یه جشن تولد دانشجوییه. هر جور ساله. چشم. خدا خیرت بده. ساعت بابا تو کجایی؟ از ساعت سه منتظرتن این بچه ها. حاج آقا شما ایشونو میشناسین؟ به اختیار داری، چطور میشناسن بابا؟ برو تو چه تیمی آدم هم آقای رفیقی. خیلی ممنون، دست درد. برو تو بابا نترس. تشکر میکنم، ممنونم بابا. جانسان قضیه چیه؟ داره بیا تو بابا. سلام. بری تو بابا، بری تو. سلام. سلام بابا، بری تو. سلام. بری 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 چی شد آجه خواه؟ بیاد برای بیاد سایش شد آجه خواه. آجه ساکر باشیم، میخوام این جوگه جایی کنیم. عزیزم تو یه میگیر بابا. تولد کی الان؟ مگه تولد شما ها نیست بابا؟ نه تولد طوری نیست، تولد من باشه. تولد آقا یاسر ما. تولد هممون باشه. نمیشه باشه. یه چیزی بگم، امروز خیلی زحمت کشیدی. نه من حرف رو کردم به خاطر خودم کردم. آره خب شاید، فقط در ضمن چادر خیلی بهت میاد. بگو 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 کامران بابا چرا اینجا وایسادی؟ سرما میخوری؟ بیا برو تو. حاج آقا به خدا من تا حالا حاضرم به یه موشم نرسیدم. بابا میدونی اگه دوزه قرص بیشتر بود الان رفیقت مرده بود؟ حالا به جای این جشن شادیو باید تو سر همدیگه میزدیم. به جون یاسرم نمیخواستم ناراحتت کنم،
بابا ثواب تمام نمازام، روزه هام، جبه رفتنام، حج و دار و ندارم مال تو. اما کامران جون هر کی دوست داری یه قطره اشک رو بده به من. مجید بابا بذار برم، من دیگه هیچی ندارم، هرچی داشتم تو قمار قبلی به رفیقت باختم. دست بالم خالیه بابا، جان هرکی دوست داری بذار برم. آجاقا شما یه چیز داشتیم باختیم، ما که هیچی نداریم چی کار کنیم؟ یه دقیقه روزه بخورید آجاقا، روزه خونه 40 ساله لنگ نمونده. یه دقیقه روزه بخورید آجاقا. دید مجنون را یکی زار و غمین، با دلی خونین نشسته بر زمین. صفحه ای از خاک انگشتان قلم، می نویسد نام لیلی دم بدم. گفتمش مجنون شیدا کیستی؟ بر چه نام نویسی؟ چیست این؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، خاطر خود را تسلی می کنم. چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام او. بابا مجید، این حسین حسینی که ما میگیم عشق بازی با نام اربابمون حسینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.